باز در دوره بعد از 320 قربانیانی داریم مثل دکتر شادروان، دکتر حسین فاطمی، وزیر امور خارجه دکتر مصدق که امتیاز روزنامه باختر امروز رو داشت. ولی بیشترین تلفات روزنامه نگاری رو ما در دوره بعد از انقلاب 22 بهمن دادیم. عده زیادی از روزنامه نویسان جوان که پاره ایشون حتی دانشجویان خود من بودن در این حوادث تیربارون شدن، کشته شدن. قانونی که الان به عنوان قانون مطبوعات وجود داره در سال 1364 به تصویب رسید. کلیت این قانون، انواع مختلف مکانیزم‌های کنترل رو در بر داره. نشریه باید در چارچوب موازین اسلامی باشه. انتشار نشریه باید به تصویب هیئت نظارتی برسه که اعضای هیئت نظارت طبق متن قانون باید نه تنها مسلمان بلکه مؤمن به انقلاب اسلامی باشند. به عبارت اصطلاحی خود این حکومت باید مکتبی باشند. هیچ چاپخونه‌ای حق نداره نشریه‌ای رو که خارج از این موازین هست منتشر کنه. من جمله مواردی که در این قانون تصریح شده برای ختم مش دادن به مطبوعاتی که پروانه انتشار به اونها داده میشه اینه که در جهت حکومت باشن، از نشر مطالب خلاف حکومت خودداری کنن. اونجایی که به طور عملی ما میتونیم به این تضییقات اشاره کنیم، چنان که میدونیم اعدام های مختلفی است در مواردی که کسانی رو گرفتن به جرم اینکه فقط روزنامه میفروختن یا روزنامه میخوندن. اما آنچه که به صورت قانونی در همین قانون مطبوعات سال 1364 اومده، یکیش اینه که هیچ نشریه حق توهین کردن و اهانت به اسلام و رهبران حکومت اسلامی رو نداره. در مفهوم اهانت به اسلام در متن قانون پیشبینی شده که اگر این اهانت به حد ارتداد برسه حکم مجازات ارتداد اجرا میشه. ارتداد یعنی برگشتن از دین. حکم مجازات ارتداد، مرتد شدن، طبق موازین اسلامی که در قانون جزای ایران هم وارد شده، قتل. اوین، قتلگاه آزادی خواهان و روشنفکران ایران. در میان اسامی هزاران اعدامی منتشره از طرف سازمان عفو بین الملل، سیاهی بلند به هنرمندان، نویسندگان و روزنامه‌نگاران ایران تعلق دارد. نام‌های آشنا چون حسین اقلامی، نویسنده و شاعر، و سعید سلطانپور، شاعر، نویسنده و کارگردان نامی تئاتر ایران که در 1360 در مراسم ازدواجش دستگیر و چندی بعد تیرباران می شود. دن شعله های جنگ و آغاز تجاوز نظامی عراق به ایران، زمینه برای تشدید سرکوب آزادی در ایران به بهانه موقعیت اضطراری فراهم آمد. بخشی از کشور در اشغال ارتش عراق بود و هر گونه اعتراضی به حکومت اسلامی پشتیبانی از دشمن تلقی می شد. موج مهاجرت ایرانیان به خارج اوج تازه‌ای گرفت و بسیاری از هنرمندان و روشنفکران جلای وطن کردند تا بخت خود را در غربت بیازمایند.
برخی با آرزوی دیدار وطن برای همیشه در غربت ماندند. میهنان دکتر غلام حسین ساعدی، نویسنده بزرگ ایران، دور از میهن و در رؤیای میهن دیده بر هم نهاد. قلب بزرگ و مهربان او که عمری به مهر مردم تپیده بود و سرچشمه هنر والای مردمیش بود، سرانجام آزردگی های کژدم غربت را تاب نیاورد و به ناهنگام از تپش باز ایستاد. غلام حسین ساعدی رژیم شاه را به بهای پذیرفتن زندان و شکنجه نپذیرفت و رژیم خمینی را نیز به بهای پذیرش تبعید نفی کرد. نیوشا فرهی، منتقد و نویسنده، در اعتراض به حضور حجت الاسلام خامنه‌ای در سازمان ملل متحد خود را به آتش کشید.